آغاز کرده باشین. خب شاگرده عزیز، امیدوارستم درس های روز قدرتان خوانده باشین، کارهای خانگیتان انجام داده باشین. درس امروز مصفی چارم کتابتون مطالعات مندر یا مندلز استادیز می باشن که حال با هم یک جا می خوانیم. Mandel's law of inheritance provide to be the fundamentals of genetics. Mandel spent 2 years in the garden of the cultivating garden pia, pisum, satvim, in order to produce a pro or homozygous breed generations. Particular importance was given to the production of these probreds for the result of his work. The reason behind why did he choose pias was because when they were easy to grow, they had a short life cycle, and their pollination could be controlled, and they had easily observable characteristics. He said seven characteristics, each of which has two contrasting alternative fire two. خب شاگرده از حال با هم میخوانیم و معنا میکنیم. Mandel's studies, مطالعات مندل. Mandel's laws inheritance proved to be the fundamentals of genetics. قوانین میراث ارثی یا موراثت مبانی ژنتیک به اثبات رسیده بود. مندل spent 2 years. مندل 2 سال سپری کرده بود in the garden of a church and cultivating garden piapism stevium in order to produce homozygous breed generation. مندل 2 سال در باغ کلیسا در کشف همون نخات سبز و یا هم مطر گذرانده بود تا بتانه نسل های خالص امین گیارا پرورش بده. Particular importance was given to production of this probreed for the result of his work. و احمد ویژه‌ای به تولید این نژادهای خالص برای نتایج کار وی داده شده بود. میخواست نسلهای مختلف از این گیاه یا مطر مشنگ بگیره ببخشه. The reason behind why did he choose piece was because و دلیل که او خواست امی مشنگ به خاطر تحقیقات خود استفاده کنه 4 دلیل عمده داشت. اول they were easily to grow, آسان بود به خاطر کشت کردن یا مزرعه کردنش. They had a short life cycle, چرخه عمر کوتاه داشتن. Their pollination could be controlled, و میشد که گردافشانی آنها قابل کنترل بود. They had easily observable characteristics, و آنها براحتی ویژگی های قابل مشاهده خود می داشتن. He studied 7 characteristics, و او 7 مشخصات مطالعه کرد, each of which has 2 contrasting alternative, و امی که بود دو هر کدامش
دو گزینه متضاد خود داشت، قسمه که در شکل میبینیم. خب شاگردان عزیز، لغات که براتون میشنویش را فاندمنتالز اساسا لاز و معنای قوانین مطالعات مندل گفتیم درباره علم و وراثت ژنتیک مطالعاتش به اثبات رسیده بود. دو سال در باغ کلیسا قسمه گفتیم روحانیون بود، یک شخص بود که در کلیسا یک کیش کلیسایی بود که او دو سال در باغ کلیسای خود امی مشنگ مورد بررسی قرار داده بود تا بتانه که نسل های خالصش که امو موزایگوسس بود نسل های خالص از این را پیدا کنه و از احمد ویژه بخاطر کشف از بسیار یک احمد ویژه بر از او داشتک به مندل و دلیل از این که او مشنگ بخاطر تحقیق خود استفاده کرده بود چهار دلیل بود. اولش ای بود که آسان بود به خاطر کشت کردن، کشت میکرد آسان بود برش. دوم چرخه عمر کوتاهی داشتن، زود از بین میرفتن زود دوباره به وجود میامدن، چرخه عمرشان اقلب طولانی نبود. گردافشانی آنها قابل کنترل بود، مثل دیگر نباتات که بعض هایشون گردافشانیشان غیر قابل کنترل میباشه، اما ای گردافشانیشان غیر قابل کنترل بود و چهارمشان براحتی میشد که ویژگی هایش قابل مشاهده باشه. برای حدی ما میتونستیم ببینیم که چی ویژگی میداشته باشه و همچنان مندل وقتی که این مشخصات در مورد مطالعه قرار داد، هفت مشخصه را مورد مطالعه قرار داد که از جمله هر کدامش دو متضاد خود میداشته باشن. مثلا گل ها که بود در یکیش گل سفید و در دیگیش تمام گل ها به رنگ سرخ بود. مثلا یک گل قسمت که در شکل میبینید بسیار رشد کلان میکرد ولی یک گل خرد میماند. قسمت که دیدیم این شکل بالایی رو ببینید، یکیش به شکل صاف میباشه و دیگیش به شکل چنبلک شده یا مو شکلش تبیه میداشته باشه. یک گل به شکل سرخ، یک گل به رنگ سفید و قسمه که بانجانسی ها رو میبینید که ای هم یکیش به شکل بزرگتر و یکیش به شکل باریکتر بود و یکی هم میشه که بانجانسی های دیگر رو پایین میبینید یکیش به رنگ خودش و دیگر به رنگ زرد میباشه. قسمه که همه شما و شما میفهمیم گفتیم که هفت مشخصه را مورد مطالعه که گفت که قرار داده بود که هر کدام مشخصه دو ضد و هر کدامش دو رقم بود که یکیش ضد دیگیش بود. قسمه که در شکل میبینید که یکیش رنگ یلو، دیگیش هم گرین، یکیش سبز میامد، یکیش زرد، یک گل سرخ میامد، یک گل سفید، یک گل زیاد رشد میکرد، یک گل زیاد رشد نمیکرد. خب شاگرده عزیز، کارخانگیتان همین می باشه که درس خلاصه کردن این قوانینش در کتابچه‌تان نوشته میکنین، حفظ می داشته باشین و امیدوارم درس امروز یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما رو به الله حق مسپارم. خدا نگهدار همه.